درود بر شما. 14 خرداد ماه 1400 خورشیدی و 4 ژوئن 2021 میلادی. امشب صفحه آخر میپردازیم به معرفی چند تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. پرده آخرم آخر برنامه. محسن رضایی که البته اسمش از سبزبار رضایی میرقائد، متولد 1333 خورشیدی در روستای بنبار بابا احمد از توابع مسجد سلیمان. پدرش برای خانواده های گلدار در جریان ییلاق قشلاق کردن ها چوپونی میکرد. سبزوار یا همون محسن بعدی رو میفرستن اهواز که بره هنرستان درس بخونه، یه صنعتی یاد بگیره، به درد سفره خانواده بخوره. 15 سالگی میره اهواز، 20 سالگی ساواک میندازتش زندان. میگه 6 ماه زندان بوده، ولی نکته اینجاست که در زندان با چند نفر دیگه گروه منصورون رو تشکیل میدن. اغلب زندان یه همچین محسنات و مذراتی داره. از سال 53 تا سال 57 خودش میگه زندگی مخفی داشته به دلیل فعالیت در چارچوب گروه منصورون و اینا با متوسلیان و این داستان. سال 57 جزو محافظای اقامتگاه خمینی در تهران بود. واحد اطلاعات سپاه تشکیل میده و به حکم خمینی میشود اولین فرمانده واحد اطلاعات سپاه پاسداران. سال 58 بعد از 2 سال هم به حکم خمینی میشه فرمانده کل سپاه پاسداران که در جریان جنگ اختلاف جدی پیدا میکنه با فرمانده نیروی زمینی ارتش و با بعضی دیگه از سپاهی ها که اصلا پرداختن به این موضوعات رو تو این برنامه فرصت چون نداریم. تا سال 76، سالی که خاتمی میشه رئیس جمهور، از فرماندهی سپاه کناره میگیره محسن رضایی و به حکم حضرت امام خامنه ای می شود دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. تا امروز سر همون کار هست. درست 1 هفته قبل از نوروز 1386، 24 اسفند 85، پلیس بین الملل اینترپل برای محسن رضایی و 5 نفر دیگه از مسئولان جمهوری اسلامی حکم تعقیب بین المللی صادر میکنه به اتهام برنامه ریزی برای انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس که 85 نفر رو کشت و بیش از 300 نفر رو زخمی کرد. انفجار مرکز آمیا تیر ماه 73 انجام شده بود. نزدیک 13 سال دستگاه قضایی آرژانتین با فراخواندن بیش از 1200 شاهد به دادگاه حکم پرونده رو سرانجام صادر کرد. نقشه و دستور ضرب زدن به بزرگترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب الله لبنان به رهبری عماد مغنی سپرده شد. در تیر ماه 85 دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب 9 نفر رو در رابطه با این انفجار تروریستی صادر میکنه. 24 اسفند همون سال 85 اینترپل برای 6 نفر از این افراد حکم جلب بین المللی صادر میکنه. علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی، محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، احمد رضا اصغری دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی ویژه قدس سپاه، محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین و عماد مقنی رئیس وقت ستاد عملیات ویژه حزب الله لبنان که این عماد مقنی سال بعدن فکر می‌کنم حدود 12 سال پیش در سوریه کشته شد. سال 2019، 1.5 سال پیش، همه اسناد محرمانه مربوط به انفجار آمیا رو دستگاه قضایی آرژانتین از حالت محرمانه خارج کرد. و کسی بخواد دقیق بررسی کنه جزئیات این عملیات محرمانه رو میتونه دنبال کنه و نقش محسن رضایی رو در اون یهود کشی و عملیات تروریستی
مشخص و دقیق دریابد. محسن رضایی هیچ وقت از سپاه استعفا نداده، گرچه از فرماندهی سپاه کنار گرفت، هیچ وقت بازنشسته سپاه نشده، همچنان درجه سرلشکریش رو حفظ کرده و 4 بار تا حالا پشت هم دیگه نامزد ریاست جمهوری اسلامی شده. حالا بریم یه مقدار درباره خود این شخص بگم براتون. امیدوار رضایی، داداش کوچکه محسن رضایی که سالها 4 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، در توصیف محسن رضایی میگوید، میگه خیلی آدم خوبیه، بزرگترین انتقاد به برادرم این است که برای دوستانش کاری انجام نمیدهد و به جناح بندی و قوم و قبیله و به جناح بندی افراد و قوم و قبیله توجهی ندارد. یکی از این بی‌توجهی های محسن رضایی که صدای داداشش رو در آورده به افراد و قوم و قبیله، آوردن پسر دومش یعنی علی میرقائد به مجمع تشخیص مصلحت نظام. علی رضایی میرقائد، فرزند محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از افرادی است که با استفاده از توانمندی‌هایش موفق شده تا پس از ادغام 3 معاونت در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 1 معاونت بر کرسی آن معاونت تکیه بزند و بشود معاون امور بین الملل، پژوهش و اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. این واقعا بی‌توجهی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قوم و قبیله فقط مربوط به پسرش نمیشه، به عروس و خانواده عروسش هم میشه. زن علی میرقائد یعنی عروس محسن رضایی، سیده هدا طباطبایی است، نوه روح الله خمینی. مادر زن علی میرقائد لیلی بروجردی است، رئیس کمیته بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام. این هم یه بیتوجهی دیگه محسن رضایی به قوم و قبیله و افراد و اینا. این بیتوجهیاش باعث شده که دامادش هم برداره ببره مجمع تشخیص، سید محمد مهدی احمدی به قول خودشون، که زهرا خانوم دختر وسطیه محسن رضایی رو گرفته، این شد معاون اجرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام. بعد محسن رضایی بابت این بی‌توجهی‌هاش به قوم و قبیله 2 تا برادرزناشو و 1 باجناقش هم برداشت برد مجمع تشخیص، پسر باجناقش هم برد مجمع تشخیص که دوره سربازیش رو اونجا بگذرونه، یه وقت نره صبحگاه شامگاه و بدو و اینا. حالا این شخص برای بار 4 آمده میخواد رئیس جمهوری اسلامی ایران بشود. یه بار رأی نیاورد، یه بار کنار کشید، یه بار گفت تقلب شده. سال 88 محسن رضایی و احمدی نژاد و موسوی و کروبی 4 تا نامزدی بودن که شورای نگهبان به مردم معرفی کرد که برن به این 4 تا رأی بدن و یکشون بشه رئیس جمهور و اینا. بعد مقاومت موسوی و کروبی رو در برابر نادیده گرفتن تقلب گسترده در انتخابات سال 88 رو همه میدونید دیگه، که هزینه‌ش رو همچنان هم دارن میدن، حالا کم و زیاد. محسن رضایی هم تو همون انتخابات، تو همون شلوغی‌های تقلب شده فلان شده اینا، اومد گفت تقلب شده و به شورای نگهبان هم شکایت کرد. رسما اومد صریح در سیمای آقایون گفت تقلب کردن. شکایت‌های خودمون رو به شورای نگهبان انجام دادیم. مثلا ببینید، خب الان 170 تا حوزه رأی هست که اینا بالای 95% تا 140% مردم رأی بیش از 170 حوزه رأی، حوزه رأی ها، نه صندوق رأی. تو هر حوزه رأی چندین صندوق رأی هست، بستگی داره کجا باشه. تو بیش از 170 حوزه رأی گیری تعداد رأی ها 1.5 برابر تعداد رأی دهنده هاست. این یه قلم کوچیک از تقلبی است که محمد رضا خاتمی گفت 8 میلیون رأی رو با یه چرخش قلم رو کاغذ اضافه کردن به تعداد رأی‌های احمدی نژاد.
خب محسن رضایی با این صراحت میاد میگه تقلب شده، میگه منم شکایت کردم، یعنی مستندات ارائه دادم و فرستادم برای شورای نگهبان. بعد چی شد؟ بعد برای حفظ نظام متقلب و فاسد و حفظ جایگاه خودش در این نظام مقدس شکایتشو پس گرفت. گفت پس گرفتم. بعدم گفت معترضان به نتیجه انتخابات 88 اصحاب فتنه هستن و از این حرف. انتظارم نداره کسی که اینا پرنسیپ داشته باشن، به اصولی پایبند باشن واقعا برای حفظ موقعیت، چون هر کاری میکنن و بر هر جنایتی چشم میبندن. پسر ارشدش احمد رضایی رو که از بچگی همه جا دنبال باباش بود، مگه همین نظام مقدس نکش؟ چی گفت محسن رضایی؟ احمد 22 سالش بود که رفت آمریکا و شروع کرد به افشاگری علیه جمهوری اسلامی. تازه اون موقع قطعای سیاسی پاییز 77 در ایران انجام شده بود، قطعای زنجیره‌ای به اصطلاح، و احمد رضایی همون موقع با صدای آمریکا مصاحبه ای کرد که یه تیکشو بشنویم. تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه‌ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی، و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خود ایشون بوده و دستور خود ایشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشن و بعداً اینو بندازن گردن یک سری آدم‌های کجندیش یا تندرو که به یک شکلی از گردن خودشون این موضوع آزاد بشه، در حالی که تمام این افرادی که قاتلینی که برای این موضوع اقدام کردن همه اینا در دست این حکم شرعی داشتن، اجازه داشتن که اگر روزی اتفاقی هم براشون بیفته خودشونو به کشورهای دیگه برسونن یا در همون ایران بتونن زندگی عادیشون داشته باشن، اما مخفیانه. اون چیزی که الان در دل جوانان هست فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، فقط بحث خمینی، خامنه‌ای و اینها نیست، بحث اسلام است. شاید 4 سال پیش 5 سال پیش برای جوان‌ها فقط بحث جمهوری اسلامی بود، خیلی ها اعتقاد به اسلام داشتن، ولی امروز بحث از جمهوری اسلامی هم فراتر رفته، بحث به اسلام رسیده و حتی از اسلام هم فراتر، به شکلی شده که اصلا هیچ جوانی هیچ علاقه به هیچ دینی نداره. همه جوان‌ها خواهان یک حکومت دموکراسی همانند کشور آمریکا هستند، حکومتی که در اون مردم بر مردم حکومت داشته باشن، نه یک شخص، نه دیکتاتوری، نه شاهنشاهی، نه رهبری. تاریخی که روی این مصاحبه‌ای که با احمد رضایی شده بود زمانی که آمریکا بود، این تاریخ تاریخ قتل احمد رضایی بود، نه تاریخ مصاحبه. من با صراحت نوشته شده بود یا نه، چون 22 آبان 90 کشته شد، 7 سال بعد از این مصاحبه‌ای که شنیدین احمد رضایی برمیگرده ایران و پدرش به خبرنگارا میگه مشکل احمد حل شده، داره زندگی عادیشو میکنه در ایران. همینطور که دیدین احمد همه جا دنبال باباش بود از بچگی و بنابراین قاعدتا رابطه پدر و پسری نزدیکی بین اینا بوده. به هر حال گفت مشکلش حل شده، حالا مصاحبه و فلان حل شده، داره زندگی عادیشو میکنه. 3-4 سال بعد سال 88 احمد رضایی دوباره برمیگرده آمریکا، میره دبی، از دبی میره آمریکا، میره آمریکا با یک تبعه آمریکایی ازدواج میکنه و باز افشاگری‌های علیه جمهوری اسلامی میکنه در رسانه‌ها. و در یکی از سفرهایی که به دبی داره از آمریکا، رفت و برگشتایی که به دبی داره، جنازه‌شو در هتل گلوریای دبی پیدا میکنن 22 آبان 1390. در سالگشت قتل احمد رضایی محسن رضایی چی میگه؟ تو وبسایتش مینویسه که پسرش رو سرویس جاسوسی اسرائیل کشته، موساد. بر اساس یافته‌های ما ردپای سرویس جاسوسی اسرائیل موساد در این پرونده به چشم می‌خورد.
واقعا آدم نمیدونه چطور این شخص بعدن روش میشه بیاد بگه ما برای رفع تبعیض و فساد و فلان و فلان باید از خودمون و از خانواده خودمون شروع کنیم. چه کسانی این رعب و هراس و ریسک رو توی بدنه جوانهای ما تزریق کردن جز دولت مردان و نحوه اداره کشور؟ ما اگر راست میگین در مبارزه با فساد از خودمون، خانواده خودمون، فامیل خودمون، از رأس دولت گرفته تا بدنه باید این کار انجام بدیم. بله، محسن رضایی بعد از اینکه در سخنرانیش بارها تأکید میکنه که فرمانده سپاه بودم، من رفتم دکترای اقتصاد گرفتم و اینا، بعد خودتون گوش کنین دیگه. اگر ما بخوایم محاصره اقتصادی رو از بین ببریم و اقتصاد ایران رو درست کنیم، بدون دانایی، بدون فهم اقتصادی امکان پذیر نیست. آمدم از مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت قبل از انقلاب، رفتم دانشگاه تهران لیسانس و فوق لیسانس دکترای اقتصاد رو گرفتم و بعدم که اومدم تو مجمع تشخیص در این مدت 20 سال که مشاور مجمع هستم، مشاور رهبر انقلاب هستم، آمدیم سیاست‌های کلی اقتصادی رو تنظیم کردیم. ولی افسوس از این که این همه سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب که به هر سه قوه ابلاغ می‌شد، حتی 10% اون عمل نشد و اگر عمل می‌شد ما امروز این وضعیت اقتصادی کشور رو نمی‌داشتیم. چجوری بر طبق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به سه قوه این وضعیت اقتصادی کشور درست میشه؟ دکتر اقتصاد اصلا اقتصاد خونده که مسائل اقتصادی کشور رو حل کنه. چند تا راه حل مشخص میده آقای محسن رضایی؟ آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه. این مشکلات اقتصادی رو اینجوری حل کردن، البته راه حل‌های سردار سپاه هست که دکتر اقتصاد هست و اینها، هم مشکلات داخلی رو حل میکنه و هم مشکلات منطقه‌ای رو. پول ملی رو میرسونه به دومین پول منطقه. از مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. حالا ارزش پول ایران در منطقه رو ول کن برادر حاج دکتر محسن رضایی، ول کن، در جهان جایگاه پول ملی ایران به اصطلاح کجاست؟ ته لیست بی ارزش ترین ها، یعنی بی ارزش ترین پول جهان ریال ایرانه. بی ارزش تر از پول ونزوئلا، کامبوج، سیرالئون، ویتنام و غیره. این بی ارزش ترین پول جهان آقای سردار دکتر سبزوار محسن رضایی میرقائد میخواد بکنه معتبرترین پول جهان در منطقه. البته تو منطقه باز چی جوری؟ حالا 4 تا کشور در همین منطقه همسایه های ایران قوی ترین پول دنیا رو دارن، جزو 10 کشوری هن که پولشون در شمار با ارزشترین پول های رایج دنیاست. عرض کردم 4 تا چون جزو کشورهای همین منطقه هستند که محسن رضایی میخواد بهتر کنتشون. دینار اردن، ریال عمان، دینار بحرین، دینار کویت، اینا جزو 10 پول با ارزش ترین پول های دنیا، جزو 10 با ارزش ترین پول های دنیا. همه جا اصرار داره محسن رضایی میرقائد بگه من دکترای اقتصاد گرفتم و اینا. مملکت پر شد از این دکترای سپاه. انصافا اگه بخوایم جدی بهشون نگاه کنیم، جز فساد برای اقتصاد مملکت هیچ چی نیاوردن اینا. افتخار محسن رضایی این است که مؤسس خاتم الانبیاس، مرکز اقتصادی سپاه بعد از جنگ.
من یه چند تا نمونه کوچیک میگم. خرداد 91 مهافرید خسروی متهم پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیاردی تو آخرین جلسه دادگاهش گفت آقای میمره از مسئولان مجمع تشخیص در منزلش در لویزان و دفترش در خیابان ظفر با من ملاقات و جلسه هایی را داشته است. من هشداری را در جلسه بعد به این افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند، یا خودشان به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم، وگرنه من همه چیز را در جلسه بعدی خواهم گفت. جلسه بعدی وجود نداشت، تشکیل نشد. مهافرید خسروی در سوم خرداد 93 اعدام شد. صورت مسئله پاک شد. مثلا محسن رضایی دختر بزرگش سارا خانم رو داده به روح الله رئیسی، یک قاضی فاسد که به عنوان متخلف رشوه خوار و رانت خوار از کار برکنار شد و حتی با صدور پروانه وکالتش هم موافقت نشد. چون معمولا این قاضی ها میرن وکیل میشن، بعدا اونایشون که میخوان مثلا فقط پولدار بشن اینا. خیلی ها رو داریم. این آقا را اصلا پرونده وکالت هم بهش ندادن به دلیل سابقش. البته ایشون یعنی روح الله رئیسی، شوهر سارا رضایی میرقائد که بازپرس دادسرای الهیه بوده، روابط خودش همچنان حفظ کرده در اون دستگاه قضایی و حالا شده دست راست علی رضایی میرقائد، گلپسر و معاون حاج محسن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس. علی رضایی که بعد از کشته شدن برادر بزرگش احمد، تنها پسر محسن رضایی است، افسون بر این که رفت وردست باباش تو مجمع تشخیص که عرض کردم در معاونت فلان، تو چند تا شرکت سهامدار اصلی است که هیچ ربطی هم این شرکت ها به هم نداره. ایران ترانسفو، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، مؤسسه فرهنگی هنری ملت تابناک ما، بنیاد جهانی بقیت الله، بهمن پارسال هم یه خیلی خانوادگی زدن میرقائدا برای پولشویی شرکت های بی ربطشون، از خود محسن رضایی تا زنش خانم خدنگ و دختراش و عموجونشون و عمجونشون توشن. علی رضایی میرقائدم بازرس این خیری است. من با توجه به اینکه شما شناخت و زیادی روی این افراد دارین و بارها و بارها درباره این افراد در همین برنامه صفحه آخر صحبت کردیم، تلاش همین است که اولا مختصر اینا رو معرفی بکنم تا اونجایی که میشود فشرده بکنم موضوع ها رو و فقط به چند نکته‌ای که شاید کمتر بهش پرداخته شده بپردازم برای شناخت بیشتر این آدم. حالا دومی که امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، متولد 1350 در فریمان استان خراسان، 16 سال نماینده مجلس شورای اسلامی است، عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی بود، جبهه پایداری که در واقع مصباح یزدی به وجودش آورد، با یه دست تندروترین اصولگرایان جمهوری اسلامی به اصطلاح سال 88 تشکیل شد. یه عده دوروبری های احمدی نژاد شکلش دادن اون موقع. حاج دکتر امیر حسین قاضی‌زاده که شده نامزد ریاست جمهوری سخنگوی جبهه پایداری بود. حالا جبهه پایداری میگه اون عضو ما نیست و دیگه سخنگومون هم نیست. نمیگم چرا، لااقل علنی نمیگه، مهم هم نیست البته بگه یا نگه. این قاضی‌زاده هاشمی شده جوک انتخابات امسال، یه جورایی مثل احمدی نژاد مثلا یه کارایی میکنه آدم یادمون میفته، یه سوژه‌ای شده واسه مردم تو این مصیبت. فیلم های تبلیغاتیش واقعا شاهکاره. اینا کی درست میکنه اینا رو؟ میشینه روز زمین مستضعفین یه قاشق غذا میخوره، ادای احمدی نژاد و این فیلماشو اینا به خیر، بعدش پا میشه سفره رو همون وسط اتاق میتکونه و میگه که نمیدونم ما دست ریزخاران سفره انقلاب باید قطع بشود. بعد سفره رو میتکونه وسط اتاق همچون که دیدیم، بعد مورچه ها میان حالا ریزخار سفره انقلابت میشن دکتر جون. این آخه چه فیلم تبلیغاتی انصافا.
میای تلفنی با دختر خانومت حرف میزنی. معلومه من به تنهایی نمیتونم درستش کنم، باید بهم اعتماد بشه. شما جوانا باید بیان میدون. ما که باید فامیلیمون رو عوض کنیم که رانتخار شما نباشیم. خودت که داداشت احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخاباتی است همین الان، یعنی درست همون جایی که تو میخوای مثلا قانونن همه چی رو پیش ببری و خیلی رو زمین میشینی و فلان، داداشت مسئول نظارت بر همین چیزاست. دوره قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی تون نماینده بوده مثل خودت، همین الان با جناب عالی تو مجلسه. پسرعموت 5.5 سال وزیر همین دولت روحانی بوده. یه چیزایی بگین که آدم نیاد به هر حال یقتونو بگیره، اقلا یه چیزایی بگین که نقد جدی مثلا برنامه بدین فلان بکنین. این چی حاقه برنامهش هم اینه، میگه من میخوام همه چی رو به هم بریزم. اون سفررم که تکوندم واسه نشون دادن این بود که میخوام هر چیزی که نشان از تجدد دارد از بین ببرم. از من پرسیدند رقیب شما در انتخابات کیست؟ گفتم رقیبم رضاخان است، چون نهاد اداره کشور برخواسته از رضاخان است و ادامه پیدا کرده است. من آمده ام نهاد 100 ساله رضاخانی را به هم بریزم. آموزش و پرورش و کنکور و سربازی و بانک و سازمان برنامه و بودجه رضاخانی است. اگر به من رأی دهید فکر من این است. خدا به خیر بگذارون. بعد امام خامنه ای فرمودن که باید بتونی مشکل اصلی رو حل کنی، یعنی بعض اقتصاد رو سامون بدی. چیکار میکنی؟ میگه میدم. امیر حسین قاضی زاده میگوید 3 روزه میشود مشکل بورس را حل کرد. تو این چند سال اخیر که دیگه رسما شروع کردن به زدن جیب مردم مثل قضیه بورس، یعنی به جای این که دولت فدای مردم بشود و دنبال حفاظت منافع مردم باشد، شرکت‌های دولتی ضرر و زیان خودشون رو از طریق تزریق تورم یا تأمین مالی از بازار سرمایه جبران کردن و جبران می‌کردن. متأسفانه واقعا سه روزه می شود مشکل حاد بازار سرمایه رو حل کرد. یک دستور حکومتی، یک دستور رئیس جمهور می خواهد. میگم این جوک شده. مشکل نقدینگی، تورم، پولهای بی پشتوانه و شکستگی بانک ها، مؤسسات تولیدی، بیکاری فزاینده، مال باختگی مردم تو مؤسسات اعتباری و رو آوردنشون به بورس، اینا همه رو 3 روزه با یک دستور می شود حل کرد. همه چی و اینا با دستور میخوان حل کنن، ولی خب نمیشه با دستور حل کرد همه چی. خب محسن مهرعلی زاده متولد 1335 در مراغه، یعنی 65 سالش الان، انقلاب که میشه 22 سالشه ایشون تو کمیته های انقلاب اسلامی مراغه انقدر فعاله که میشه اولین فرمانده سپاه پاسداران مراغه. سال 58 هم میشه عضو هسته مرکزی تصفیه دانشگاه که بهش میگن انقلاب فرهنگی، پاکسازی دانشگاه از ضد انقلاب و فلان اساتید. و سال دار و دسته اصلاح طلبا بوده و سال 1176 تو دولت اول خاتمی میشود استاندار خراسان
از مراغه میره خراسان، تو دولت دوم خاتمی میشه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی. مدیر عامل شهاب خودرو بوده، عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع بوده، معاون سازمان انرژی اتمی بوده، رئیس هیئت مدیره بانک دی بوده، رئیس هیئت مدیره بیمه دی بوده، خلاصه مثل بقیهشون تخصصی نبوده که نداشته باشه. بعد سال 88 هم میخواد بشه رئیس جمهور. دیگه به کمال رسیده بوده در نظام مقدس. شورای نگهبان صلاحیت رو رد کرد سال 88. حالا چرا قبول کرده دیگه با خودت جنس باید جور باشه. صلاحیت رو رد کرد، بعد یه دست شده بود مثلا آقا امام خامنه ای آمدن، چهار تا بیشتر نمونده بودن، آقا امام خامنه ای آمدن حکم حکومتی دادن که قبولش کنی. شورای نگهبان هم مهرعلی زاده رو هم دکتر مصطفی معین رو که اونم نامزد اصلاح طلبا بود به دستور آقا تأیید کرد. مصطفی معین و مهرعلی زاده ایش کدومشون مهم نبودن در اون انتخابات، ولی خب به هر حال جنس باید جور میشد دیگه. مهرعلی زاده البته فامیل آقاست، آقا امام خامنه ای، فامیل سعید طوسی هم هست، همون سعید طوسی معروف. اینجوری بگم براتون که ببینین، سید علی مقدم که میدانید سبزواری است، گفتم مفصل، و پسرخاله آقای امام خامنه ای است، این رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم با جناق محسن مهرعلی زاده است. بعد زن دوم سعید طوسی معروف خارزاده سید علی مقدمه. سید علی مقدم هم که گفتم پسرخاله خامنه ای است، یعنی محسن مهرعلی زاده با پسرخاله رهبر معظم با جناقن. حالا این آقا محسن مهرعلی زاده، ببخشید جناب مهندس محسن مهرعلی زاده، همه چون یا دکترن یا مهندس، این آقا که تو این بلبشو میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد چه گلی به سر مملکت بزنه؟ برنامه چی آقای محسن مهرعلی زاده؟ حالا میگه فقط حواستون باشه که چه معادله مهمی رو کشف میکنه ایشون. افزایش تولید هم در داخل به اصطلاح خواهد تونست که به ارزش پول ریالمون قوت بده در مقایسه با ارزهای خارجی، و هم خواهد تونست در عرصه صادرات و آوردن دلار بیشتر بتونه کمک بکنه و محدود به درآمدهای محدود نفتی نباشیم، و در نتیجه در حال اون عرضه دلار تو کشور زیاد میشه و در یک محاسبه عرضه و تقاضا بین ریال و دلار اتوماتیک قیمت ریال به این ترتیب ارزش بیشتری پیدا میکنه و کاهش قیمت دلار در پی خواهد داشت. شیره را خورد و گفت شیرین است، تولید که بره بالا ارزش پول میره بالا، ارزش پول ملی. ریال که ارزشش بره بالا، ارزش دلار میاد پایین. خیلی مهمه فهمیدن اینها. بعد حالا مهندس جون، زمان بندیت برای اینکه این کشف تو بتونه در جریان بیفته و به نتیجه برسه، لااقل مقدماتی زمان بندید برای این کار چقدره؟ بسته به این داره که ما بتونیم توی 6 ماه اول سال با لغو بخشنامه های زاید و اون باز کردن گره هایی که در مسیر تولید هست چقدر موفق بشیم، که من فکر میکنم در عرض یک ماه و نیم با لغو بخشنامه ها و ایجاد این حرکت و امید در مردم خواهیم تونست تولید ببریم بالا. اتوماتیکوار اثر این افزایش تولید رو در ماهای پایانی سال خواهیم دید. یه ماه تولید رو میبریم بالا، اینم با دستور میگه، با
بخشنامه که میدیم، بخشنامه میدیم تولید میبریم بالا یه ماه، همون ماه اول. بعد خب بعد ماه دوم چی کار میکنیم مهندس جون؟ بعد افزایش 5 برابری یارانه 5 درصد پایین درآمدی جامعه وعده است که از ماه دوم هم اینا وعده علکی نیست، اینا نبوغه، اینا نبوغه، از سر کول مملکت بالا میره. یکی دیگه شون هم اومده میگه که من 500 میلیون تومان میدم به هر کسی که میخواد ازدواج بکنه، 500 میلیون تومان. همین جوجی ما نمیدونم فریاد بکشم، نمیدونم آدم بخنده به این تراژدی جاری در مملکت تروریست های حاکم بر ایران که هم شخصیت مردم رو ترور کردن و میکنن و هم مبارزان و روشنفکران رو ترور کردن و میکنن و هم با درست کردن هسته های ترور و انفجارهایی که در خارج از ایران میکنن آشوب در کشورهای دیگه به راه میندازن. اینا تخصصاشون ایناست و هر طرح اقتصادی هم که مثلا میده همناس که شنیدین فرصت طبیعتا نیست و اهمیتی هم نداره واقعا که من برای شما که میدانید اینا رو بیام بگم مثلا طرفی که میگه من 500 میلیون تومان میدم، محسن رضایی مثل که گفت که من 500 میلیون تومان به هر کی بخواد ازدواج بکنه میدم، بیایم ببینیم که آمار کسایی که میخوان ازدواج بکنن و برای 10 میلیون تومان وام نمیتونن از بانک بگیرن گیرن آمارشون چقدره. 10 میلیون تومان وام نمیتونه از بانک بگیره، 500 میلیون تومان تو برمی داری میدی من از کجا میارین؟ نبوغ شما حد اکثر در زمینه مالی و اقتصادی درست کردن مافیای خانوادگی و خورده مافیا با اطرافیانتونه. همین مهرعلی زاده یک مافیای خانوادگی درست کرده با مدیریت پسرش یاسر جان. من فقط چند تا نمونه میگم. از سال 85 که دیگه محسن مهرعلی زاده معاون خاتمی نبود، چون دیگه خاتمی رئیس جمهور نبود، اردیبهشت 85 مهرعلی زاده اینا خانوادگی یه مؤسسه خیریه ثبت میکنن به اسم خیریه پیوند مهر. بارها گفتم تو این برنامه که خیریه ها به ویژه در گزارش کردم که در ایران به ویژه خیریه ها، در بعضی کشورها هم همینطور هست پیدا میکنیم، ولی در ایران به ویژه در کشور بی حساب کتاب ایران یکی از مراکز معمول پولشویی و فرار از مالیات همین خیریه ها، آب کردن پول قاچاق همین خیریه هان. سال 85 خیریه خانوادگی رو میزنن، همون سال 85 یاسر جان یه شرکت میزنه، خودش هم میشه مدیر عاملش، به اسمش شرکت طراح صنعت شاره. اگه شما پیدا کردین که این شرکت صنعت شاره با چقدر سرمایه تأسیس شده، کجا نوشته شده، کارش چیه، جایی هم که ثبت شده نوشته سرمایه نامعلوم، درآمدش چقدره، به منم بگین اگه پیدا کردین. این یکی از شرکت‌های کاغذی ثبت شده خانواده مهرعلی زاده ایناست. تو خیریه پیوند مهر که عرض کردم محسن بابا میشه رئیس هیئت مدیره، دو تا گلپسراش یاسر و ممدلی میشن عضو هیئت مؤسس، ممدلی تا آخرش به عنوان خزانه‌دار مؤسسه و عضو هیئت مدیره میمونه، خواهرجونشون هم سعید خانوم تا آخر عضو هیئت مدیره هست، تا آخر که میگم آبان 1388 آبان 88 منحل میشه خیریه. خب اعلام کردن که منحل شد و چیکار کردن تو این مدت که مثلا خیریه داشتن؟ نزدیک یک سال بعد از انحلالش بستن در خیریه، یعنی در 18 مرداد 89 انحلال خیریه مهر فلان ثبت میشه در روزنامه رسمی کشور.
کسی هم نمیگه چرا منحل شد این خیریه، چرا نزدیک یک سال طول کشید تا انحلالش ثبت بشه. سازمان بازرسی کل کشور که کاری به اینا نداره. خیلی ها اصلا مؤسسه میزنن منحل میکنن اعلام نمیکنن، وقتی کارهای پنهانیشون تموم شد بعد میان اعلام انحلال میکنن. بعد از انحلال خیریه بلافاصله، یعنی همون سال 89، یه شرکت میزنن به اسم شرکت مروارید خردمندان اطلس که بعد از 2 سال اسمش عوض میشه، میشه ارزش آفرین اطلس. این تغییر اسم شرکت ها رو یک بار مفصل در برنامه عرض کردم خدمتتون که خود این هم برای صاف کردن، پاک کردن در واقع سیاهه صورت حسابای قبلی است که به اسم قبلی چکای صادر شده، نمیدونم سفته های گذاشته شده، نمیدونم و تمام حساب کتابایی که، یعنی تمام خرابکاری هایی که در از نظر مالی شرکت قبلی کرده، هم آدمونشن هیئت مدیره فلان میگن شرکت اسمش عوض شد، ثبت میکنن به اسم جدید در روزنامه رسمی کشور. حالا موضوع این شرکت اطلس چی هست؟ موضوع شرکت ارزش آفرین اطلس. موضوع شرکت سرمایه گذاری در امور اقتصادی، اهم از تولیدی، صنعتی، تجاری، کشاورزی، خدماتی، پیمانکاری، انبوهسازی، ساخت و نظایر آن و مبادرت به عملیات مربوط به خرید و واردات حتی با ارز دولتی و تأمین هر گونه کالا، مصالح، مواد اولیه، ماشین‌آلات مرتبط با عملیات فوق، فروش و صادرات محصولات مصنوعات و خدمات حاصل از موارد فوق، خرید و فروش هر گونه کالای مجاز بازرگانی، همچنین تأسیس و تکمیل توسعه نظارت فنی و اداره در ساخت انواع ابنیه. من این آن چیزی که غلط قلوت هم هست، این آن چیزی که در روزنامه رسمی کشور به عنوان موضوع شرکت ارزش آفرین اطلس نوشته شده خوندم براتون. چند سال بعد؟ 4 سال بعد میرین دنبال شرکته میگرد، 3 سال بعد میرین دنبال شرکته میگرد، میبینید اصلا فعالیتش رسما بانکداری است و مؤسسه های اعتباری. اینا داریم میبینین دیگه، حوزه فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری. این موضوع شرکت که اومدن اعلام کردن من هیچی نمیدونم، ببخشید. یه شرکت دیگه میزنن به اسم تجارت مرسوس با ساد دوتاش. گل پسر بزرگ یاسر جان نایب رئیس هیئت مدیره است. سال 90 تأسیس میشه. داریم درباره خانواده محسن مهرعلیزاده حرف میزنیم. فعالیت شرکت مرسوس چیه؟ ارائه خدمات فنی مهندسی، طراحی، نظارت فنی بر اجرا و انجام عملیات اجرایی در زمینه‌های صنعتی، ساختمانی، عمرانی، شهرسازی، راهسازی، معدنی، خطوط لوله، آب، فاضلاب، تأسیسات صنعتی و ساختمانی، تأسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات بانکی. یعنی از شیر مرغ تا فلان. سال 90 تأسیس میشه، سال 96 منحل شد. در جلسه 3/5/96 اعضای هیئت مدیره توافق کردند که منحل شود. چرا؟ نپرس دیگه، منحل شد دیگه. چیکار میکردن تو این مدت؟ منحل شد دیگه. چقدر خوردن بردن؟ منحل شد دیگه، وجود نداره که دیگه. چقدر خوردن دیگه، این به هوش اقتصادی و مالی این خانواده و مخصوصا محسن بابا مربوطه که الان مقاد بشه رئیس جمهور. بذاریم برای این که این فعالیت های خانوادگیه. بله، ایشون
آقای مهندس مهرعلی‌زاده هستن. یه بار دیگه نشون بدین من خدمت بینندگان عزیز و گرامی که خیلی دوست دارن ببینن این خانواده معظم رو، میتونیم نشون بدین یا من برم؟ کجای کارین؟ چرا با ما حرف نمیزنین آخه؟ خب ببینین، بزنین وقتی اومدن میگم ایشون که آقا مهندس هستن که میدونین، اون بالا سعیده مهرعلی‌زاده است، اون وسطی یاسر جانه، اون پایینی هم ممدلی مهرعلی‌زاده است. خب یاسر مهرعلی‌زاده اون وسطی متولد 1360، یعنی الان 40 سالشه. باباش که معاون محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات بود و رئیس سازمان تربیت بدنی بود تو اون دولت، یاسر جان مشاور ارشدش بود. چه سالی؟ 80 تا 84. یعنی از 20 سالگیش یاسر جان مشاور ارشد باباش بود تو سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. ما که متخصص نداریم که تو تربیت بدنی. کارهای دیگرش، عضو هیئت مدیره سپهر صنعت سورنا هم هستن یاسر جان، به نمایندگی از شرکت ارزش آفرین اطلس. ایشون عضو هیئت مدیره طراح صنعت شاره هستن که عرض کردن معلوم نیست چیکار میکنه، چقدر در آورده. عضو هیئت مدیره توسعه صنعت مهر سبا هستن، عضو هیئت مدیره پاسارگاد تراکتور ارغوان هستن، عضو هیئت مدیره توسعه انرژی مهر سبا هم حسن. یاسر جان ممدلی داداش کوچیکه که 2 سال ازش کوچیکتره، 2 سال از یاسر جان کوچیکتره، جزو کارهای مهمی که داره البته عضو هیئت مدیره شرکت محتوا پرداز پارسم هست. ارائه دهنده، میدونیم محتوا پرداز پارسه ارائه دهنده سرویس ارزش افزوده تبلیغات پیام کوتاه. با این ممدلی مهرعلی‌زاده و سرویس دزدی کلان ارزش افزوده از جیب مردم یه موقع کار خواهیم داشت حتما. ما اصولا باید به این ماجرای ارزش افزوده بپردازیم، دیرم کردیم و همین الان عرض می کنم که ممدلی خان مهرعلی‌زاده منتظر باشه که بهش در این برنامه سرویس ارزش افزوده که بسیار مهمه برای اینکه بدانید جزئیاتشو خواهیم پرداخت. خب سعیده مهرعلی‌زاده دختر بابا محسن 32 سالشه که با مدرک کارشناسی طراحی دوخت و دوز یعنی خیاطی چیکاره میشه؟ میشه دبیر شورای راهبردی سلامت گردشگری در منطقه آزاد کیش. دبیر شورای راهبردی سلامت گردشگری در منطقه آزاد کیش کی؟ 14 مرداد 98. حکمشو کی امضا کرد؟ غلام حسین مظفری، یکی از دوستای بابا محسن. تو حکمش نوشته نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده سرکار به عنوان دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت منصوب می شوید. تجربیات ارزنده سعیده مهرعلی‌زاده در چه کاریه؟ تجربیات ارزندهش حالا اونجا قراره چی کار بکنه؟ سعیده نظارت و سیاست گذاری به منظور ایجاد تسهیلات و خدمات پزشکی مطلوب و ساماندهی برای درمان و تندرستی گردشگران متقاضی. ببینین این سعیده تو هیچ شرکتی تجربه یه روز مدیریت هم نداره، هیچ شرکت، حتی توی خیاطخونه 2 نفر مدیریت نکرده، کار نکرده.
بعد نظارت و سیاست گذاری به منظور ایجاد تسهیلات و خدمات پزشکی مطلوب و ساماندهی برای درمان تندرستی گردشگر. اینا همه از نبوغ محسن مهرعلی زاده است در حوزه اقتصادی که به فرزندانش سرایت کرده، سرایت داده. حالا اینا تو حوزه اقتصادی است. محسن مهرعلی زاده تو عرصه آزادی ها و حقوق شهروندی هم خیلی حرفا داره. تو جمهوری اسلامی آقا همه ایرانی هستند، همه تابع قانون اساسی هستند، همه میتوانند از همه حقوق شهروندی که عرض کردن به قول شما رئیس جمهور شدن، وزیر شدن، وکیل شدن، نمیدونم مدیر شدن بهره استفاده بکنن. هیچ وقت اینجا نگفت آقا مثلا یک التسن رو نمیتونه وزیر بشه. همه میتونن رئیس جمهور بشن، وزیر بشن. کی گفته نمیتونه بشه؟ این حرفای حق بازانه اصلاح طلب هاست بویژه. انگار دارن تو مریخ زندگی میکنن. هفته پیش درباره محرومیت 70% جمعیت کشور از رئیس جمهور شدن طبق قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوریشون گفتم. دلم میخواد یکم روی این موضوع رئیس جمهور نشدن زنان در جمهوری اسلامی مکس کنیم. شاید یک جواب کوچکی باشد به جناب محسن مهرعلی زاده و ازناب و بقیهشون و خانواده‌شون و نمیدونم اینا. ببینید از کجا آمده این رئیس جمهور مرد شیعه؟ از سالها پیش از انقلاب 57، از سید حسن مدرس و روح الله خمینی. من جزئیات این موضوع رو در برنامه هفته آینده خواهم گفت یا شاید در یکی از برنامه به طور مفصل تر بهش بپردازیم. خب بریم پرده آخر. نیاد تو این روزه ننشیند، میخوام سر به تنش نباشد آقا. تعارف نداریم، تعارف نداریم آقا، تعارف نداریم ما. اگر قرار باشد زن و بچه های ما در عزای اهل بیت عرض ادب نکنن، شیون نکنن، گریه نکنن، میخوایم چه کنیم اینا را؟ ما که مثل شما نیستیم، برای هدفهای دیگه زن نگرفتیم. ما زن گرفتیم که گریه کن برای امام حسین درست کنیم. شب روزگار خوش.